جغرافیای مسخ شده زیر پل سوخته. جغرافیای زیر پل سوخته به چند قسمت اصلی تقسیم میشد. همین که از آن شکاف میان پل جدید و پل قدیم پل سوخته به پایین پا بگذاری، در قسمت ابتدایی پل سوخته جایی است که ساقی‌های اصلی مواد مخدر در آن قسمت مکان‌هایی دارند برای خرید و فروش مواد و بیشتر معتادانی که در صدد تهیه مواد مصرفی خود هستند. مجبور هستند پیش این ساقی‌ها بیایند و مواد بخرند. قسمت آغازین پل سوخته بیشتر شبیه یک بازار پرجنب و جوش است که در دو طرف این قسمت مکان‌های کوچکی مرزبندی شده است که هر مکان به مساحت 3 یا 4 متر مربع بیشتر نیست و می‌بینی که در هر مکان میز کوچکی تهیه شده است و ویترینی با نورهای مخفی تزیین شده است که انواع مواد مخدر از بسته‌های کوچک تا بسته‌های نیم گرمی، یک گرمی و چند گرمی و یک ترازوی کوچک را در خود جای داده است. البته هر یک از این دکان‌ها بستگی به سلیقه فروشنده مواد دارد که چگونه دیزاین شده باشد که بتواند توجه فرد معتاد را به خود جلب کند تا از آن فروشنده مواد بخرد. نگفته نماند که فروشنده‌ای میتواند در زیر پل سوخته موفق باشد که مواد مخدری را عرضه کند تا از کیفیت خوب برخوردار باشد و با پول کم معتاد مقدار زیادتری مواد به او بدهد. قسمت دوم پل سوخته معروف بود به مهمانخانه پل سوخته و بیشتر افرادی که فقط برای نشه کردن می آمدن بعد از تهیه مواد از قسمت بازار پل سوخته می آمدن و در قسمت دوم پل سوخته جایی را برای خود انتخاب می کردند و می نشستن تا مواد خود را مصرف کنند. چهاردیواری ها یا بهتر بگویم مهمانخانه هایی که در این قسمت وجود داشت بیشتر صاحبانشان معتادان قدیمی پل سوخته بودند که مالک این مهمانخانه ها محسوب می شدند و از افرادی که به صورت گذارا می آمدند تا مواد مخدر خود را در زیر پل مصرف کنند به اصطلاح تهجایی می گرفتند و یا قسمتی از مواد مخدر خریداری شده آنها را مطالبه می کردند تا اجازه بدهند در آن محفته چند متری بنشینند و راحت تر نشأه کنند. مهمانهای این مهمانخانه ها هم به خاطر اینکه بدون مزاحمت کسی بتوانند با خیال آسوده مواد مصرف کنند مجبور بودند از 100 افغانی تا 500 افغانی و یا نیم گرم تا 1 گرم هروئین یا شیشه به آن معتادان قدیمی رشوه بدهند. قسمت سوم پل سوخته به نام خوابخانه مشهور شده بود و در این قسمت پل که انتهای پل بود و به نام آن طرف دریا هم یاد می شد جایی بود که بیشتر معتادانی که جایی برای خواب و استراحت نداشتند و برای اینکه بتوانند آنجا ساعتهای خود را بگذرانند رفت و آمد داشتند. در آن طرف دریا رفت و آمد کمتری بود و چون بوی تعفن بیشتری نسبت به قسمت‌های دیگر می‌داد به همین خاطر معدود معتادانی هم پیدا می‌شد که بروند ساعتی را در آن قسمت بگذرانند و همین دلیلی بود که حتی مکان امن برای آن دست از معتادانی باشد که لوازم دزدی شده را ببرند در آنجا پنهان کنند و با تاریک شدن هوا آن لوازم را از مخفیگاه خود بیرون بکشند و به فروش برسانند. یکی از قسمت‌های جالب دیگر جغرافیای زیر پل سوخته همان پل کهنه بود که مکانی بود تشکیل شده 3 دهلیز. در دهلیز اول بیشتر معتادانی بود که لوازم جانبی برای مصرف مواد مثل زرورق، پایپ، گازلایتر و دیگر چیزها را به فروش می‌رساندند. دهلیز دوم مکانی بود برای معتادانی که به صورت خانواده در آنجا زندگی می‌کردند و تقریباً 3 یا 4 خانواده را من شاهد بودم که در این مکان خیمه داشتند و زندگی می‌کردند. و معتادان مجرد به صورت تنهایی حق نداشتند به این دهلیز داخل شوند و در نهایت دهلیز سوم پل کهنه مکانی بود برای معتادانی که مبتلا به تزریق مواد در خون بودند و بیشتر افراد تزریقی در این مکان رفت و آمد داشتند و بیشتر معتادان این مکان مبتلا به بیماری ایدز و زردی سیاه بودند و به همین خاطر کمتر معتادی پیدا می شد که جرأت پا گذاشتن به این دهلیز را داشته باشد. این مکان از مکان‌های مسخ شده پل سوخته بود که حتی برای خود معتادان هم وحشت‌آور و ترسناک بود. تشکر از همه شما خوبان برای حمایت از ما. کانال انیس‌تی‌وی را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دهید. تا دیدار بعد، بدرود.